در راستای هموار کردن مسیر اقتصادی و آینده تاجرپروری کشور، همایش‌های بزرگ آراد برندینگ با حضور پرشور تاجران و کارمندان آراد برندینگ برگزار شد. در ابتدای این همایش‌ها مهندس قربانی مدیرعامل آراد برندینگ به موضوع رشد و هدف در تجارت اشاره داشتند و افزودند باید شما باید هاتون رو تقویت کنید. همه میخواییم، من میخوام فلان چیشم، من میخوام بچه های ما رو ببینید تو مدارس، میخوام خلبان شم، میخوام دکتر شم، میخوام این شم، هیچم نمیشه. حوازا میخوام تو اقتصاد بهتر کنم، میخوام این کارو بکنم و میاد هیچی نمیشه. یعنی به کار نکرده همه خستن. ما الان جوانای ایرانیمون به کار نکرده همه خستن. الان تاجر سه ما نشسته هیچ کاری نکرده، خسته شد، مثلا ایرور داد، هیچ کاری هم نکرد. چرا؟ چون میگه میخوام، نمیگه باید. آقا پدری، چهار تا بچه داری، سه تا بچه داری، بگو باید در تجارت در بیارم. باید، این باید و ملکه ذهنت کنی، خودتو فریب نمیدی. تمرکز بر رشد یعنی پول، یعنی موفقیت. آقا رشد یعنی چی؟ وقتی اول شما میاید فضایی میبندید، رویا پردازی میکنید، همون اول انگار خودکشی کردی، خودتو زدی. رشد تاجرها به ریزترین اتفاقاته. آقا تو یه سمپل فرستادی فلانجا، 100,000 تومان سود کردی، به خودت پاداش بده، به خودت تشویقی بده، با این نگاه وارد شو. آقا الان پراید داری؟ نبند رو پرادو، نبند رو یه چیزی که نتونی بهش برسی، اذیت میشی، میبازی. در بخش دیگری از این همایش ها مدیران ارشد مجموعه آراد برندینگ در فضایی کاملا صمیمی و دوستانه پاسخگوی مشکلات و ابهامات تاجران و فعالان اقتصادی بودند. سپس مهندس شعبانی رئیس هیئت مدیره آراد برندینگ با ارائه مطالبی در زمینه راه حل یک انتخاب امن عنوان کردند. وقتی میگم منطقه انتخاب کنید یعنی چی؟ مثلا من میخوام 3 تا کشور به عنوان مقصد صادراتیم انتخاب کنم. چی کار میکنم؟ یه دونه از CIS انتخاب میکنم، یه دونه از خاورمیانه انتخاب میکنم، یه دونه از آفریقایی ها منطقه انتخاب میکنم که اگر اتفاقی افتاد من آسیب کمتری ببینم. از همپیمان ها انتخاب کنید. یعنی چی؟ شما از تو CIS یه دونه از اوراسیا در بیارید. چرا؟ وقتی شما وارد اوراسیا میشید احتمالاً اگر مثلا قرقیزستانو داشته باشید با 4 تا دیگه هم کار میکنید، مشتری براتون میاد. بلاروس رو داشته باشید، روسیه هم براتون میاره مشتری، به احتمال 99 میاره. شما وارد غرب آفریقا که بشید 5 تا بچه محلش رو میاره. از شرق که وارد کنیا بشید حتما 3 تا کشور بغلش هم براتون میاره. این حتمیه. همپیمان انتخاب کنید. اگر با یکی از اون همپیمان ها به مشکل بخوریم، با بقیهش ممکنه به مشکل نخوریم و تمام توانمون زیر سوال نرفته. الان ما فرض کنید با همون غرب، با سنگال فردا به مشکل بخوریم، اب نداره. با ساحل آج و ایکس و ایگره با زد کار میکنیم. اگه همه یه کارت رو سنگال بوده تقریبا بازم یه چیزایی برات میمونه، همه یه تلاشت از بین نمیره. مثل کسی که رو آذربایجان کار کرده بود، کسی که آذربایجان کار کرده بود احتمالا یه کمی ترکیه و کمی روسیه هم قاطی داشته. الان آذربایجان رفته رو هوا، کمی ترکیه و کمی روسیهش براش مونده. پس از همپیمان ها انتخاب بکنید.